با یک ویدئو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. افشاگری شقایق دهقان، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، از سانسور عجیب صدا و سیما. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگولرم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. شقایق دهقان یکی از بازیگران مشهور سریال های طنز از سانسور های سریال های پاورچین و نقطه چین صحبت کرد. خانم دهقان بازیگر ناماشنای سینما و تئاتر و تلویزیونه. خانم دهقان همسر سابق آقای مهراب قاسم خانی بودند، اما مدتیه که از ایشون جدا شدند. خانم دهقان متاسفانه جزو بازیگرانی هستند که مدتی قبل درگیر این ویروس شده بودند. نکته عجیب اینجاست که شقایق دهقان 3 بار درگیر شده بود. خانم دهقان درباره سانسورهای عجیب صدا و سیما و فیلمهایی که بازی کرده صحبت کرده. خانم دهقان اخیراً گفتگویی با آقای فریدون جیرانی در یکی از برنامه‌ها داشتند و درباره سانسورهای عجیب صدا و سیما این چنین گفتند. در فیلم‌هایی مثل پاورچین و نقطه چین، خانم‌ها حق پوشیدن لباسی رو جز رنگ مشکی و توسی و قهوه‌ای رو نداشتند. علاوه بر این که بازیگر زن را کریم و آرایش نمی کردن، با موادی رنگ طبیعی لبها و چهره اونها را می پوشندند. خانوم ها آقایون در مبل 2 نفره و حتی با فاصله حق نشستن کنار همان نداشتند. خانم دهقان در آلمان به دنیا آمدند. شقایق دهقان متولد 4 اسفند 1357 در آلمان هستند. خانم دهقان تا مقطع دیپلم بیشتر تحصیل نکردند، اما وارد کلاس های عروسک گردانی شدند. سپس بازی در تئاتر رو تجربه کرد و با سریال پاورچین به شهرت رسیدند و حالا 1 فرزند دارند. پدر و مادر خانم دهقان برای ادامه تحصیل به آلمان مهاجرت کرده بودند که شقایق دهقان در آلمان متولد میشه و تا 3 ماهگی در آلمان بوده و بعد از 3 ماهگی همراه پدر و مادرش به ایران برمیگردند. به خاطر شغل پدرش به مدت 6 سال در شهر ساری ساکن بودند. 2 خواهر و 1 برادر کوچیک‌تر داره و از سمت مادری اصالتاً بختیاری هستند و پدرشون هم تهرانی هستند. شقایق دهقان علاوه بر بازیگری، علاقه و تبحر خاصی در زمینه نویسندگی داره و از خصوصیات اخلاقی او اینه که از ارتفاع میترسه. خانم بهار رهنما همسر سابق پیمان قاسم خانی هم جاری سابق شقایق دهقان بودند که هم بهار رهنما و هم شقایق دهقان از برادران قاسم خانی جدا شدند. شقایق دهقان همسر مهراب قاسم خانی نویسنده مشهور کشورمون بود. سالها پیش با مهراب قاسم خانی ازدواج کرد و حاصل زندگی مشترکشون 1 پسر شد. این بانوی بازیگر مشهور کشورمون همسر دوم مهراب قاسم خانی بود و مهراب قاسم خانی از همسر اولش 1 دختر به نام نیروانا داشت. شقایق از بازیگران طناز تلویزیونه که نقش‌های طنز او بیشتر در خاطر مخاطب ماندگار شده و مهراب قاسم خانی هم از نویسنده‌های معروف سریال‌های طنز تلویزیون بود که کارهای مشترکی با همسر سابقش یعنی خانم شقایق دهقان داشت. شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی زندگی بی‌حاشیه‌ای در کنار هم داشتند، اما مدتیه که ماجرای جدایی این زوج از یکدیگه قوت گرفته و در فضای مجازی خبر جدایی اونها منتشر شده، اما تا به حال تأییدی از سوی این هنرمندان در خصوص جداییشون صورت نگرفته بود تا اینکه شقایق دهقان در گفتگویی با فریدون جیرانی اعلام کرد که حدود 2.5 سال پیش از مهراب قاسم خانی جدا شده. شقایق دهقان به هیچ عنوان از علت جداییش از مهراب قاسم خانی هیچ حرفی نزد، ولی در بین حرفش به این نکته اشاره کرد که مهراب قاسم خانی همیشه رئیس بود و همیشه حرف مهراب بود.
شاید یکی از دلایل جدایی مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان برگرده به همین قضیه و شاید اونها بعد از سالها نتونستن با هم تفاهم داشته باشن و از هم جدا شدن. و اما شایعاتی که در مورد شقایق دهقان با مرگ آزاده نامداری مجری مشهور صدا و سیما در رسانه ها منتشر شد. بسیاری از افراد در رسانه ها اعلام کردند که شقایق دهقان و آزاده نامداری با هم دوست خیلی صمیمی بودند و رابطه نزدیکی با هم داشتند، به طوری که این اواخر حتی آزاده نامداری با شقایق دهقان رفت آمد خانوادگی هم داشت. بسیاری از کانال ها در رسانه ها همچون امین فردین اعلام کردند که یکی از عواملی که آزاده نامداری مرد این بود که شقایق دهقان اون رو سخت معتادش کرده بود. این رسانه ها اعلام کردند که شقایق دهقان به شدت قرصای اعصاب و روانگردان و یک سری از موادهای مخدر رو مصرف میکنه که روی حالاتش تأثیر میذاره و به آزاده نامداری گفته بوده که تو هم از این دارو استفاده کن تا آرامش بگیری. البته اینها شایعاتی بیش نبود و بسیاری از افراد برای کسب درآمد و جذب فالوور بیشتر از این خبرها منتشر کردند تا فالوورها یا سابسکرایبشنهای بیشتری رو به دست بیارن که خب کار همیشه شونه. رابطه بهار رهنما و شقایق دهقان حتی بعد از جدایی بهار از پیمان قاسمخانی بد نبود و همیشه این دوتا جاری با هم خوب بودند و حتی شقایق دهقان به همراه آزاده نامداری در جشن ازدواج بهار رهنما و حاجی جون هم شرکت کرده بود و عکس یادگاری هم باهاشون گرفته بود. و خب بعد از مدت ها یعنی بعد از جدایی بهار رهنما و پیمان قاسمخانی این بار نوبت شقایق دهقان و مهراب قاسمخانی شد و این دو چهره مشهور سینما و تلویزیون هم از هم جدا شدند. برادران قاسمخانی به شوخ طبعی و طنز مشهور هستند، اما ظاهرا در زندگی مشترکشون آنچنان موفق نبودند. برای خانم شقایق دهخان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، چرا که شقایق دهخان همیشه یکی از بازیگران خاص سریال های طنز بوده. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به شقایق دهقان و همسر سابقش مهراب قاسمخانی در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید.